به نام و یاد خداوند متعال. سلام وطن‌دارای مهربان، امیدوار هستم صحت‌مند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان با کام دلتان سپری شوم. تشکر از خواهرای محترم، برادرای عزیز، مادرای محترم و همچنان پدرای عزیز که همیشه ما را تماشا میکنه، چینل ما را سابسکرایب میکنه و نظر میده. ما محمد حیدری هستم، شما را بازم به یکی از برنامه های ساخت و ساز خوش آمدید میگیم. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم. امروز هم آمدیم به برچی. واقعا در 20 سال گذشته در برچی کابل توجه صورت نگرفته بود. جمعیت در برچی کابل خیلی ماشاءالله زیاد است. جمعیت برچی نسبت از دیگه منطقه کابل زیادتر است و منطقه زیادی برچی درست سرک نداشت و فعلا یک سرک ساخته میشه از 20 متری برچی الا افشار دالمان و عرض طول سرک هم بسیار کلان است و یکی از سرک های حلقوی کابل است که از کمپنی شروع میشه به برچی ختم میشه و بعدا میره افشار دالمان. انشاءالله که با تکمیل شدن این سرک دیگه ازدحام ترافیکی یک طرف کم میشه و یک طرف یک سهولت بزرگ با وطندرهای ما مساعد میشه. علیکم. و علیکم السلام. و خوب هستین؟ صحت من؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی از کجا میرفتین؟ نام محمد نبی است، ما طرف بازار میرفتیم. نبی جان، این مبارک باشه، کار بزرگترین سرک حلقوی کابل شروع شد. چقدر خوب شد.
صد پی صد خوب شد که ولی مردم با سهولیت یک طرف و دیگر طرف برد. خصوصا برچی خیلی نفوذ زیاد بود، اما دمی 20 سال گذشتهش توجه صورت نگرفته بود. دمی تمام شهر کابل که هست تا داشتی برچی نیز در هر جایی که هست نفوذ بسیار زیاد است، منتها سرکایشان که هست خرد است. برابندی ها بسیار میشه، یک نفر یک مریض می داشته باشه یا دیگه کدام چیزی باشه که از یک جای تا دیگه جای میره بسیار تکلیف میشه، راه رفتن نمیتونه دیگه. پس دفتر خود دیگه او و خوالایت بود، ولی انشالله یک چیزی امید پیدا شده که انشالله شهر کابل تمام افغانستان انشالله چی میکنه. نه بجان همین و تاجک پشتون هزار دوست به یک نتی وطن که ما شما نسازیم بیگانا میسازه؟ نه نه نه، هیچ کس وطن ما شما را چیز نمیکنه. باید که وطن ما شما زبان و زبان بستگی چیزا نباشه که تو پلان هستی و بستان هستی گپا هیچ نباشه. کلی ما یک افغان هستیم، افغان، ازبک، ترکمن، تاجک، چیزی که قوم های افغانستان هست اینا کل چی یکی هستن. من تا که گپا از ما بین ما شما گم شه الحمدلله وطن ما شما جور میشه. این نیست که جب مردم نقصان رسیدن، توانش بسیار شدن و یه با آینده ما شما بسیار پیدا داره که در چهار گردی افغانستان شهر کابل سرک حلقوی جور شد و مقصد مردم خوب و سهولیت یک طرف و دیگه طرف بره. این هم یاده که در شهر میری پای پیاده راه بندی میشه، موتور خود جای بان موتور شخصی که باشه و چی میشه از پیش کی را دلی چی کنم، نمانده میتونی و نبرده میتونی، راه بندی هر جای راه بندی میباشه. چرا در گذشته پروژه ها تطبیق نمیشد؟ والا او خو او گپ آلاید زور در جای بان او وقتا که بود مردم هر کس در قیسی جیبی خود بود، در قیسی ملت نبود. این همی حالی الحمدلله که می چیزی که پروژه هاست از همی پیسی افغان چیشتا شروع است، از خارج با یک روپان برای مردم افغانستان نمیه و ملت ما شما نمیه. این یا کلی از همی آوایدهای افغانستان است که این چیز میشه است. نبی جان انشاءالله که وطندار ما کم احساس وطن دوستی پیدا کنند. سرک جور میشه، پیاده رو جور میشه است، حالا شانده میشه، اما مردم بی پروایی میکنند. چی گفتنی داره با وطندار ما؟ والا که ببریم از ما گرفته پس تا ما، باید که هر پرد افغانستان باشه که خدمت وطن خود کنه. که اگر ما شما اینا پیر شدیم خب آینده ما شما این رقم آینده ما شما است که برای ازو یک چیز جور شوه، یک سهولیت پیدا شوه که مجبور به این نشوه که خارج بره. اینا ما شما هر روز در خبرها میشنویم که بچه ما شما بیادر ما شما از اینجا میره به خارج، در راه چی حال سرشان تیر میشه، نسبش در دریا گم میشه، نسبش مردم میکشه، نسبش که مریض شوه مجا میمانه درام میموره، بس با مادر پدرش منتظرش می باشن که او بیای در خانه ما بیای، او گم میشه، هیچ درکش معلوم نمیشه. خب وطن ما شما که جور شوه انشالله هیچ کس ضرورت نداره که به خارج بره. بخیر باشه تانا با. می بخشن بیتان خدا حافظ. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب است جان و جور است؟ شکر الحمدلله دم غلیمت میشه. خدا معرفی میکرده نامتون چی هست؟ اینجا چی میکرده؟ نام من انگیاله هست، همیجا موتروان هستم. ایسوسو خشت میبرین دگه یکان دو میخره دمی خانه های مردم خشت برده میده. خواهی کشتار واسه شما پس میفروشین؟ نه من موتروان هستم، مردم میخرم میبریم برش در خانه هایشون. در اینجا سرک ساخته میشه، از سرک 20 متره شروع میشه ایلا افشار دالماند خاتمه میابه، چقدر خوب است؟ این خوب بسیار خوبه، با مردم راحت میشه، سرک ها کلان میشه، رفت آمد خوب میشه دیگه. قصد که مردم ها توان ها زیاد برش توان زیاد شده دیگه. دو خانه های قیمتی است ماشاءالله که ایران بسیار زیاد. دو تا خانه های پیش سعی کنی که هر کدامش در 3 لک دلار و 1 میلیون دلار مصرف کنه. 1 میلیون دلار؟ 1 میلیون دلار. چی میگی؟ خیلی ساختمان میره بلنده. اینم 1 میلیون دلار. ای میره کلش. و خصوصا تا آخره که میبینید بلند منزل است. کلش 180 تا بلند منزل است. مکمل. 80 تا. 80 تا هر کدومش 10 منزل، 8 منزل، 7 منزل، 5 منزل، همه چیزاست. تخریب شروع است فعلا؟ تخریب شروع است دیگه، شهروالی تخریب شروع نیست، شخصی شروع است دیگه. هر کسی که خانه والا را اختار داده گفته تخریب کنیم، مالایتان را جمع کنیم. باز شهروالی هم وعده همکاری داده به این وطن داره؟ والا گفتن که تاوان میتیم دیگه، تاوان معلوم نیست. و خصوصا برچی کابل ماشاءالله نفوذ زیاد داره. نفوذ خود زیاد داره، سرکاش بسیار خرد است. حال دیگه سرکات ترش نفوذش هم زیاد برشان خوب است، بسیار زیاد. در همین قسمتی که ما و شما قرار داریم رهبرای پیشین زیاد بود، کریم خلیلی و محقق بود، و چرا جور نمیکردن سرکای خدا؟ والا دیگه او دیگه هر پاچایی فرق میکنه دیگه.
او پاچایی از آب دال دیگه دیگه پاچایی است. هر پاچایی باشه به ملت خود خدمت میکنه. خدمت میکنه. واده خدمت نگه نکردن حال دیگه مردم خدمت میکنه به مردم. این نیست که افغان است یا هزاره است یا تاجک است. کلش برش یکی است. کل اگه ما افغان هستیم دوست با یکی بتیم که وطن بسازیم. بسازیم. اگه وطن ما شما نسازیم بگانا میسازن؟ نه نه تا که خود ما نسازیم هیچ اصلا خارجی نمیسازن. بخیر باشیم. تشکر. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ زن سلامت باشه جور باشه. کجا میرفتین آی صاحب؟ بیکار بودیم آمدیم ببینیم اینجا خراب خانه کجاست؟ خانه در همین 20 متره اینجاست. این مبارک باشه کار همین سرک شروع شده. چقدر خوشحال هستی؟ سلامت باشین. خوب ساها خوب میشه برای مردم یک سهولت ایجاد میشه کار خوب است. حالا از 20 متره شروع میشه تا افشار دارلمان از دیگه این سرک دقیق نمیدونم سرش کدام طرف است. افشار دارلمان ختم میشه؟ آه دیگه انشاءالله یکی از سرکای حلقوی است. اینا چقدر رو نزدیک میشه زحام ترافیک کم میشه بخیر؟ بسیار خوب میشه از اون حساب خوب بسیار خوب میشه این ترافیک کم میشه برای مالا یک ایده که میرن که دیگه شانس دیگه بقیه بسیار خوب میشه برایشون جای خوشحالی هستم. آجی صاحب برچی ماشاءالله جمعیت زیاد است باید سرکای کلان کلان میداشت اما دیگه 20 سال توجه صورت نگرفته بود. خب نگرفته دیگه دست هم کسانایی که در رس بودن دست هم اونا بودن که حالا نکردن دیگه. حال بسیار برای من... امارت کار میکنه یا نه؟ چرا کار نمیکنه؟ همین خب کار هستن دیگه جمهوری خوب کار نکردن دیگه. اگر کار میکردن کارش آغاز کرده خیر است به خاطر آبادی وطن باید ما شما قربانی بتیم دیگه. بله خواستن دیگه تا قربانی ندیم خود جور نمیشه نه مجبوره که باید سلامت بشه خدا حفظ کنه انشالله خوب میشه ساحه خوب میشه. اگر یک ده خانه متضرر میشه هزار خانه دیگه برایش سهولت ایجاد میشه این یک چیز واقعی است. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر. السلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ خوب خیرتین. بخیر هستین؟ شکر دیگه خیرت. آقای صاحب کجا میرفتی؟ ما این میگی 20 متر یک دفعه میگم من مسائل کردم من نخره. خانه کجاست؟ خانم ریگریشن است. ریگریشن 20 متر دیگه. آه. خب اینا کار آغاز شده به نظرم. ها کار آغاز شده سر حلقه از دارالامان متر آمده دیگه 20 متر واسل میشه کمپانی میره. باورت میشه یک روز جای ای تو سرک بیاد؟ هیچ باورش نمیشه دی کلی که شما که نقشه داود خان بوده سابق این مردم بدون نقشه کار کرده رئیس در جیگه هر جای هر جای باز یعنی خوب شده ازدهام مردمی برشی بسیار زیاد است باز از هر جای سرک نشمه دیگه تلفات زیاد میشه تکر زیاد میشه باز این سرک اگه در ده خانه ضرر رسنده در ده هزار خانه دیگه باز فایده رسنده. راست چقدر خانه های مفشن است ماشاءالله کلش تخریب میشه مگر کلی که بیدی کلی کارای زیگ به نقشه بودم کلی که شی تخریب میشه کلی که از روی نقشه کار میشه دید دیدی خساره نمیرسن. این مردم چگونه بازی جا دل کرده که پیسه سرمایه گذاری کرده والا میفهمیدم که جا نقشه میاد پیسه مفت از خارج هم در که جور کرده رایی استه دیگه سپیش خود هرکس که از عرق و از قالین بافی خود که جور نمیتونست دیگه اونو جور کرده رفت دیگه کلی حالی قدر در خارج پیسه است؟ ها؟ اگه خود ده خارج پیسه است؟ ها مردم کلیگی موره ده کشتی غرق میکنه خود خود پشت پیسه مور البته پیسه هستی موره اگر نه که پیسه نباشد کجا میره دیگه؟ نه اوج هم زحمت کار داره تلاش میکنه کار میکنه تو نیست که ده برگ ده درخت ها پیسه کشال باشه. خب تو افغانستان کار نیست افغانستان این بدبختی است کلیگی می همینجا میگرده که از گشنگی میگرده که کاروبار نیست دیگه. بخیر باشه. تشکر زنده. السلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم خوب هستی؟ جور هست؟ جور سلامت آرام هستی؟ شکر فضل خدا جانشم جور هست؟ بخیر باشه هاشمی صاحب پیشتر بیا که تصویر صحیح شوه نامتان؟ نام قدم‌علی هستم. خب کجا می رفتیم؟ ولی می کراچی می شوه ما رفتیم سرکار ما رفتیم. خب یک کار سرک آغاز شده چقدر خوب شد؟ والا یک خوب شده دیگه سرک خوب شده دیگه متر مور هستن دارلمان مور از دارلمان دلت به خانه نسوخت؟ دلم مولا نسوخت هم یک ذرم. چرا؟ بلم سرک جور شنه هر روز یک مریض میشه دمی شوه پول خوش که مرا مریض اون چی میمیره سرگا را بسته یه بیل که خانه چپش نم را جور شنه سرک جور شنه. چقدر قیمتی است خانه ها؟ خانه مثلا زیاد قیمته دیگه پیسه هم پیسه ماشاءالله وطن پیسه دیگه را دیگه رویا رفت خارج کار کرد دیگه خود جان در کشتن داد یک دم گز خارج مفت پیسه مایه خارج هم مفت نیه پیسه کار کو زحمت بکشت ها بردم یه دریا غرق شو ما خود من درافتیم تن طرف استرالیان رسله بودم باز دگیر آمدین چند سال پیش استرالیا ها تو رفتی؟ حتی در استرالیا رسیدم ردمر شدم دیگه خب گیر آمدیم یعنی حال دیگه پس بدبختی در افغانستانم دیگه کار بارم نیست دیگه چند سال پیش رفته بودی؟ ما تقریبا 6 سال پیش رفته بودم سو. چقدر سختی ها را دیدی در آن؟ سختی ها خیلی زیاد دیدم دیگه اینه میبینی خود؟ شب روز از کم مبرد مور به خدا
میگفت از کو بریک شاید برسیم اینجا. چه پیسه مصرف کردیم؟ پیسه 16 لگه وانی مصرف کردیم. 16 لگه 16 لگه مصرف کردیم اما نرسیدیم. اما بدبختانه. یا ما 16 لگ دایی خصوصا افغانستان خیلی پیسه است. 16 لگ دیگه اگه می ساختمون آدم جور میتونه. چی فروختی که رفتی باز؟ حتماً کنم. والا نه یا چی نفروختم در میران کار کردم. سه نفر کار میکردم. سه برادر بودیم در میران کار میکردم. قوم خیش است اونجا. در اونجا هست دور کنه است دیگه دیگه وام یادم کاری نه دیگه. خود چی کار بار میکنی؟ یالا دیگه کراچیگک درم میتر شوا مرون دنبال کار میکنی. آره دیگه کاربارم نیست دیگه. ام زندگیت پیش میره؟ زندگی دیگه شاو روز تر میشه حساب ده بدبختی تر میشه دیگه کاربر نیست دیگه. به خدا رو شکر که جور است سعادت مند است فامیل جور است اقارب جور است و اینمی سرک که جور میشه دیگه نه به خاطر ما تو از دیگه خدا مهربان جور میشه خیلی خوشحال میم سرک جور نه یال که پیسه مصرف تو مردم جور کرده زحمت کشیده مردی اگه ده مردم میگه یا مفت مصرف کرده پیسه خارجه مفت مفت نیه یا ده بدبختانه پیسه رو مونچ کار مون زحمت میکشه همیت جرمونه زحمت میکشه کار نه دیگه بیا خداوند پاداش شه بتا بخیر باشی زنده باشی خدافظ هموطنان مهربان قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفتیم ما هم ناگزیر هستیم خدافظی کنیم این بود داشتین برنامه تا برنامه های دیگر تا دیدار دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم شب و روزتان خوش علانه دار شما